امروز قراره با هم دیگه کلی بگردیم و عشق کنیم، پس بدون معطلی بیاید بریم تو کارش. تا حالا سابقه نداشته من این تعداد آهن داشته باشم. ببخشید اگه اون بالا بهتون بد میگذره ویلیجرا. با تشکر از همه عزیزانی که گفتن نیم تگو بعد اولش اسم بذاری بعد بزنیش تو سر زامبیه. خیلی متشکرم. اول از همه اسم زامبیه رو زامبی گذاشتم و بعد داداشش که اومده بود نجاتش بده رو شتک کردم و به نظرم دیگه زمان اون رسیده بود که برم سمت خونه قشنگ نازنین لاکچری خودم. حاجی وقتی اینجا رو ساختم برای گوسفندا یه گوسفند نمی‌بینم دور بر خونه، عجیب نیست؟ بعد از باروری مرغام و گذاشتن آهنام سر جاشون توی خونه به دل دریا زدم تا یه کمی غذا جمع کنم. بابا دمتون گرم، سرعت تولید مثلتون از خرگوش بیشتر شما. بعد از اینکه تعدادی ماهی برای خودم پختم دیگه زمان این رسیده بود تا با هم دیگه بریم و اطراف خونه رو بگردیم تا شاید یه قاری پیدا شه، یه دایموند کوفتی هم توش باشه. بعد کلی پیاده روی هیچ چیز جدیدی پیدا نکردم بجز یه دونه دیگه از این دروازه های خراب که البته لوت خاصی هم نداشت. خاک بر سرش. بچه‌ها خدا وکیلی با شیدر اینجا یکی از قشنگ ترین جاهایی بود که دیدم، به خاطر همین تصمیم گرفتم با ریپلی مود یه ذره اطراف نشونتون بدم حال کنیم. خدا وکیلی خیلی قشنگه. زیر همون کوه یه امرالد پیدا کردم ولی چیز دیگه ای دستگیرم نشد. دو سه تا اسکلتون جلوی منو گرفته بودن ولی اونا نمیدونستن جلوی کی وایسادن. اول از همه لازم بود شرایط رو بررسی کنم. تصمیمی که گرفتم این بود که از سمت چپ بهشون حمله کنم و نفوذ کنم. اولین نفرشون من رو دید و سعی کرد بکشتم، اما سپرم جلوی تیر اونو گرفت. رفتم و بهش ضربه زدم و یارش هم متوجه شد، اما دوتاشون نمیتونستن جلوی من رو بگیرن. بعد مثل احمقا با تورچ به سر یکیشون ضربه زدم. حالا بعد شرایطو کامل مدیریت میکردم. رفتم سمت یکیشون ولی یه کریپر از سمت چپ تصویر داشت به نزدیک میشد و میخواست بترکه و من ندیده بودمش، اما دقیقا تو زمان مناسب دیدمش و سپر گرفتم و بعد مثل سگ فرار کردم. آخرش دوباره برگشتم به همون غار کوفتی که کنار خونه بود. مثل همیشه پایینش حسابی شلوغ پلوغ بود و پر زامبی و کریپر و هر کوفت و زهرماری بود، ولی خدا رو شکر توی پستوها تونستم یه چند تای الماس برای خودم پیدا کنم. ولی بعدش هر چقدر میگشتم یه دونه الماس هم پیدا نمیشد دیگه. یعنی تو قحطی اومده بود توی غار کوفتی مزخرف. ازتون خواهش میکنم این ویدیو رو لایک کنید تا یه ذره از فشارهایی که رو من کم شه. زمانی که به تالاری عجیب رسیدم در سقف آن تعدادی الماس برای خیش پیدا کردم و آنها را نیز کندم. خدا رو شکر دقیقا تو سقف یه چیزایی گیرمو میاد. آی خونه، چرا انقدر گشتیم ما؟ دقیقا تو همین لحظه بود که احساس کردم باید برم یه فارم بسازم. نه. چون فارمو باید توی ارتفاع 119 می ساختم مجبور شدم کلی شن جمع کنم و بعدش شروع کردم به ساختنش. از اونجایی که فایلای ریپلی مودش سیو نشدن مجبورم به صورت معمولی براتون تعریف کنم. بچه‌ها واقعا معذرت میخوام. اولا باید بهتون بگم که هدفم ساختن یه فارم کریپر بود تا بتونم گان پاودر پیدا کنم و بعدن که میخوام برم ندرایت پیدا کنم پدر حساب بچم در نیاد و همینم باعث شد یه تونل بکنم زیر خونه ام 700 متر و بعد اینو بسازم بالا سر کوفتی. ساختنش خیلی کار سختی نبود. در حقیقت سازه از یه مستطیل بزرگ تشکیل میشد که بالاش یه سطح بزرگی رو میساختیم و باعث میشدیم که کریپرها اون بالا اسپان بشن و بعد بیفتن پایین و ما با شمشیر بکشیمشون که هم گام پاودر گیرمون بیاد و هم بتونیم ایکس پیمون رو پر کنیم. خب حضرات کار میکنه، من میرم یه دو سه ساعت اف کیشم بیام. خدافظ. 2 hours later. تو عمرم تا حالا اینقدر کریپر نکشته بودم. اومدم پایین رفتم تو فارمم ولی اشتباهاً آبی که گذاشته بودم برسم بالا رو تو لوکیشن غلطی گذاشته بودم، به خاطر همین زیر پامو با شن گذاشتم برم بالا تا بتونم یه آب تنظیم کنم که درست باشه جاشو. من نخواهم وای یه آب الفاظ نه آب 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 شد تمام لولم رفت. حداقلش یه فارمی ساختم که هر یه ساعت بتونه بهمون یه دونه استک گام پاودر بده. منطقاً الان همتون میدونید دیگه زمانه چیه، وقتشه بریم ندر رو منفجر کنیم. اجازه بدید من یه ذره تنتی بیشتر بسازم میریم. این اولین باری بود که بدون هیچ ترسی وارد ندر می شدم. بری بتره کنیم. رفتم سراغ جایی که قبلا با تخ سر کرده بودیم ندرایت پیدا کنیم و تمام 33 تا تی ان تی مو گذاشتم تا ندرایت پیدا کنم، ولی هیچ کوفتی دیگه‌ام نیومد. مگه داریم 33 تا تی ان تی یه دونه ندرایت پیدا نشه؟ مگه میشه بچه‌ها؟ فقط بگید. باورم نمیشه بدون حتی یه دونه ندرایت برگشتم، ولی بازم رفتم سمت فارمم تا بتونم کریپرهای بیشتری رو بکشم و دوباره برگردم توی این ندر کوفتی انتقامم رو ازش بگیرم. به اندازه کافی که گان پاودر جمع کرده بودم برگشتم توی خونه تا تی ان تی ها رو باز شن نداریم. آقا یه لحظه استوب کن. آقا مگه من نمیگم شن بذارید تو این چسم؟ من میخوام ریکورد کنم. مسخره چه داره وردی؟
بعد هی میگن این بازیگرا زندگی راحت دارن، کل زندگی راحت، 3 ساعته دارن بیل میزنم. رفتم تو دروازه و این بار دیگه خداوکیلی باید ندرایت پیدا میکردم. کلا تصمیم گرفتم یه تونل جدید برا خودم بکنم و TNT گذاری کنم، بپکنیم بریم رو هوا. بچه این بارم حقیقتا خیلی خوب نبود، چون هیچ چگرم نباید بجز همین یه دونه. خلاصش من خیلی شرمنده شما، نمیدونم چرا باتون این کارو میکنم. اصلا دیگه کسی هم نمونده باش درد و دل کنم، میدونی واجی بیام شما رو بکشم برم اون ور بهتر کنم هیچ چگرم نیاد. ببخشید به خدا این زندگی نیست شما دارید دیگه، ولی خب کارش نمیشه کرد. ای بابا، این دفعه وقتی داشتم میرفتم سمت تونلم پیگلینا سر راه هم ظاهر شدن، ولی انقدر اعصابم خورد بود که وایسم بکشمشون. ببینم چی کار میکنید بچه ها. باریکلا آقا، این یکی خدا وکیلی نتیجهش خیلی خوب بود بچه ها، یعنی هر جا رو میترکوندم به یه چیزی میرسیدم. البته یه تونل دیگه حرف کردم برای اینکه برسم به صد، که توی اونم تونستم دوتا ندرایت پیدا کنم. خدایا مرسی. رفتم خونه که دیگه آرمورامون رو ندراتی کنیم، کلن نامیراشیم آجی، نامیراش. زدم نابشون کردم و همه چی آماده بود، اما دیدم طلا ندارم، باید برم طلا عفو کنم. شیت، نیازم به طلا، رفتش دوباره بالا، باید برم تو غار تا شاید چه طلا پیدا. اینجا مسیر سخت و هوا تاریک شده بود حالا، ولی نمیتونی جلو مایزی تو یکی دادا. باید برم جلو ثابت کنم، وای میسم رو حرفم، من نمیخوام ببینم دنیام شده قرق در غم، با اینکه میدونم راهم بوده سخت از قبل. باید برن اونایی که شدن سر در دم، یکم پایین تر یه و پیدا کردم طلا، باید بدونم دقیق کجا وایسادم من الان. هرچی مسیر بشه سخت می شه قوت برا پاها، میرم توی دلش من نمیترسم من بلا. باید برم جلوتر، اینجا طلا بودش کم، یه هو اومدم وسط هر چی زامبی بود تو کم، زنده موندن شدش سخت، مسیر فرارم تنگ، ولی ته ته تهش فقط مونده برا مرگ. یه روز دیگه یه فرصت دیگه دارم، شاید بدنم خسست ولی بالم که جون دارن، میرم بالاتر از قد، به این خیلی باور دارم، هرچی روزا بشن سخت باداش بزرگتری دارن. شما رفتین تو فاز غم ها؟ بیخیال بابا، ندرایت داریم، بیاید بریم تو فاز شادی. ممنونم حاجی. اینو بگم که قبل از اینکه برگردم بالا و ندرایت ها رو درست کنم، تصمیم گرفتم یه ذره بیشتر قارو بگردم تا دایمند داشته باشم، بتونم یه چیزی بسازم که بعد ندرایتیش کنم. به پیشنهاد بچه‌ها یه ارتفاع منفی مشخصی رو گرفتم، رفتم جلو و خدا وکیلی لوت کردن دایمند اینجوری خیلی راحته، یه تونل رو میگیری میری، یه چنتای دایمند گیرید میاد دیگه. تو مسیر برگشتم هم یه جای عجیب غریبی پیدا کردم که تو سقفش چنتای دایمند پیدا کردم. خدا رو یواشکی بدون اینکه کسی متوجه حضورم بشه دایمند رو کندم رفتم. هر وقت من لوت دارم این کریپرون رو چرا میبارن از آسمون لام عصبا. شلواری دایمندی برای خودم ساختم و بعد از آماده کردن ندرایت زمان این رسیده بود تا شلواری ندرایتی و در نهایت آرموری کامل ندم کلام هنیه و کفشم نده ندرایتی داشته باشیم. بچه تو رو دقت کردید وقتی به مرغا اینجا دونه میدی، هم جوجه به دنیا میارن هم تخم میذارن؟ اصلا قفله تو دنیای واقعی. صدای گاوا خیلی رفته بود رو مخم، به خاطر همین چند تایی ازشون رو کشتم و بعد بهشون غذا دادم که ازم به دل نگیرن، و بعد زمانم رو صرف این کردم یه کمی دور و بر خونه رو خلوت کنم برای پروژه های آینده. این بار با برنامه گشت و گذار توی ندر رفتم توی ندر رو اصلی که از اسمالیات گرفتم و تست کردم. واجین خیلی استرس داره لامصب. واسه خودم خوشحال از جنگلای سرخین رد شدم و رسیدم به اینجا. یا ابوالفضل، دمتون گرم این ویدیو رو تماشا کردین. من دورمندزم، امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. با یه ویدیوی دیگه میبینمتون و فعلا خداحافظ.